به نام خدا. باردار کردن به روش القا موضوع آزمایش هایی که میخوایم الان انجام بدیم. خب ما میخوایم الان باردار کردن به روش القا برای تک جسم رو انجام بدیم، به خاطر اینکه برای دو جسم هم معروف و مشهور هستش. خب ما اینجا یه دونه کره داریم که این کره رساناست و روی پایه عایقه و البته باری هم نداره. همونطور که میبینید وقتی که برخورد میدید با الکتروسکوپ تیغه اصلا حرکت نمیکنه. خب حالا ما به یه جسم باردار احتیاج داریم. من سعی میکنم مثلا از این قطعه پلاستیک و از این شونه استفاده کنم، حالا ببینیم کدوم نتیجه بهتری میده. این قطعه پلاستیکی رو با پشم، پارچه پشمی مالش میدم تا بار الکتریکی پیدا کنه. خب بعد میام اینو نزدیک کره که میخوایم باردارش کنیم قرار میدم، به اندازه کافی نزدیک میکنم. در حالی که این نزدیک هست، سمت دیگه کره رو به زمین، با زمین اتصال میدم. اتصال به زمین رو با دست انجام میدم و اتصال به زمین رو قطع میکنم و بعد میتونم این جسم باردار رو بردارم. خب حالا تست میکنم ببینم که جسم چه رفتاری نشون میده. همونطور که میبینید دارای بار الکتریکی شده، البته این بار خیلی کمه. روش القا بار بسیار کمی تولید میشه، حداقل این روشش. اما نکته ای که مهمه اینه که ببینیم که باری که الان این تو القا شده بود که تو الکتروسکوپم رفت، چه ارتباطی داره با اون باری که سبب القا شده. آیا موافق این نوع باره یا مخالفه؟ خب برای این کار اگر اینو دوباره مالش میدم که اگر بار الکتریکیش از بین رفته بود دوباره باردار بشه، از همون نوع بار دوباره در این تشکیل میشه و اینو نزدیک میکنم. خب همونطور که اگه دقت کنم میبینم که با نزدیک کردن تیغه الکتروسکوپ جمع میشه و این جمع شدن تیغه الکتروسکوپ نشون میده که باری که داخل تیغه الکتروسکوپ هست که همین بار این جسم بوده، بار مخالف با اینه. بنابراین در روش باردار کردن یک جسم به روش القا، اون باری که تو جسم ایجاد میشه و القا میشه مخالف اون باریه که باعث القا شده.